سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت زندانهای ایران از عبارت اتاق انتظار مرگ استفاده کرد. در این گزارش عفو بین الملل فهرستی از نام و پرونده 96 زندانی تهیه کرده تهیه کرده که طی 12 سال گذشته در اثر ممانعت عمدی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جانشان را از دست داده اند. این گزارش پرونده حدود 100 زندانی را بررسی کرده که بر اثر محرومیت از مراقبت های پزشکی و ممانعت آمدانه از دسترسی به دارو و درمان در زندان های ایران جان خود را از دست دادن. عفو بین الملل در این گزارش تحقیقی مقام های ایران را به بی وحشتناک به جان انسان ها و نقض تکان دهنده حق حیات در ارتباط با این مرگ ها متهم کرده است این گزارش روز گذشته سه و 23 فروردین با عنوان در اتاق انتظار مرگ مرگ های در پی محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران منتشر شد بدون شک تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی که در زندانها جان خود را از دست می دهند، از زندانیان سیاسی هستند بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت ازما عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو تا کنون بارها در سخرانی های خود بر حرمت مطلق انواع شکنجه از نظر دین مبین اسلام تأکید کرده‌اند.